کلن من درگیر داستانه آدم نیستم. سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه، امروز در مورد قسمت پنجمه سریال یاغی میخوام صحبت کنم. اگه برای بار اولتون این ویدیو رو نگاه میکنید خیلی خوشحال میشم، کانالمو سابسکرایب کنید. یه لینکی هم این بالا میذارم از بقیه ویدیویی که در مورد سریال یاغی ساختم. بعد از 5 قسمت واقعا میشه گفت که با یه سریالی طرفیم که برامون اهمیت داره. شخصیت اول داستان، قهرمان داستان ما، چه اتفاقی براش میفته و اصلا هویتش مشخصه، هدفش مشخصه. و حالا تو این قسمت‌ها، مخصوصا تو همین قسمت، داریم یک سری مشکلاتی رو میبینیم که سر راهشه ولی هدف اصلیش کاملا مشخصه، که حالا یکی از همین مشکلات رو توی این قسمت حل میکنه و حالا به اون خونه میرسه. در کل میخوام بگم درگیر کننده هست داستانش، مخصوصا نحوه پایان بندیش، همه به نظرم جالبه. حالا یک کوچولو اگه بخوام نقد منفی کنم، یه جاییش واقعا شعاری میشه، یکم میخواد خیلی سینماتیک کار کنه، به نظرم یکم دیگه از اونور میزنه بیرون. مثلا در مورد شروع این قسمت، این دوزی که داره اتفاق میفته، یه نمای خیلی کلوزی داریم، داره دوزی رو نشون میدی. خب رد شدن ماشین رو مدام داریم میبینیم که اینم خوش معنی داره اون بحران و تنش رو داره نشون میده، چون از همین تکنیک در واقع توی صحنه بعدم استفاده میکنه. وقتی جاوید داره با ابرا صحبت میکنه، اون رفت آمد ماشینا رو وقتی شما دارید میبینید، عملا به اون تنشه داره اشاره میکنه که طرف ما در چه آشوبیه. خیلی قشنگه، مخصوصا صحنه دومو که خیلی بیشتر دوست دارم تا صحنه اولی که نما کلوز، بعد زوم این زوم اوت میشه، یه رفلکت نور زرد هست. خیلی هنریه ولی عملا این معنی به من نمیده از شلوغی، اینکه شما از دل یک شلوغی این کیف قاپی رو کردی. اتفاقا خیلی هم خلوته، 4 نفر توی ایستگاه اتوبوسن و اتوبانی که داریم رفت آمد ماشینا رو میبینیم. تقریبا جایی هستش که مثلا من نمیبینم چه اتفاقی داره میفته، این ماشینا نمیذارن و این رفت آمد ماشینا یکم زیاد از حده، داره به خود اصل کار آسیب میزنه. یکم سن در واقع این دوستای ابرا و خود همین نازی و خود ابرا، یکم تو این صحنه که به ما نشون میده یکم برام سواله که اینا واقعا هم سنن، هرچند اصلا میتونه سنش کمتر یا اصلا بیشتر باشه، اینا حالا لزومی نداره که اینا با هم همکلاسی باشن. یکم تو اون ریاکشن این اتفاق به نظرم خوب کار نشده، یعنی طرف داره یکم میخنده. شکوکی که باید در شما به وجود بیاد وقتی چنین صحنه ای ببینید قطعا نیست در صورت اون دو نفر. یک اتفاقی که اینجا میفته قشنگ ما رو در واقع رو دست میخوریم. مثلا اول من فکر میکنم که اینا واقعا دارن دزدی میکنن و جاوید هم در این در واقع دزدی شریکه، دنبال گوشی بوده، حالا مثلا بهش گوشی رسوندن. ولی چقدر جالب، کمی بعد متوجه میشیم نه، این یه پلن بوده. این سه تا رفیق جاوید خیلی خوبن، مخصوصا اونی که دندون نداره. نمیدونم طرف بازیگره یا اینکه واقعا اولین بارش اصلا جلوی دوربینه، نمیشناسمش، حالا اگه شما میدونید بنویسید. ولی خیلی خوبه این آدم، یعنی حالا حتی اون دوستاش، بیشتر خود همین بیدندونه، یک آدم مشتی لوتی که همه چیش باورپذیره، در عین در واقع خنگی که این شخصیت داره ولی خیلی حواسش جمعه. حالا میتونه به خاطر سن بالاترش باشه که نسبت به اون دوتا دوستش داره. تو صحنه‌ای که جاوید برای اولین بار بعد از اینکه دختر میره آلمان اون دیالوگو برقرار میکنه، خب خیلی صحنه قشنگتری دیگه نسبت به اون اتوبانی که ما اول دیدیم، برای من خیلی منطقی تره. و دیالوگایی هم که میگن هر چقدرم عجیب باشن، بگم لوسه، هر چقدرم بگیم، منطقیه دیگه. تو اون سن دیگه اختزاش همینه دیگه، اینجور دیالوگ میگن و احساسیان قطعا صحبت منطقی که نمیخوام بکنن. ولی اول حرفشون ابرا میگه دیگه، میگه نمیتونستم تو خونه جوابتو بدم، نازی، چون نازی داره زنگ میزنه دیگه. یعنی حتی ابرا نمیتونه با دوست دخترش هم صحبت کنه، به خاطر همین این آدم تو خیابونه. دو تا صحنه که از ابرو میبینیم هر دوتا تو خیابونن و اولین تصویری که داریم از این آدم میدی از آلمان، حالا نمیدونیم واقعا آلمانه یا نه، حالا ظاهرا آلمانه، دیدن این دوتا صحنه که تقریبا یک جورن، سه نفر اون پشت دارن با هم صحبت میکنن و شما پیاده رو داری تلفن جواب میدی، میتونست متفاوت باشه دیگه. این دوتا صحنه یه طوریه، حالا هر جای دیگه یک صحنه دیگه اگه ساخته میشد از تلفن این دختره در خارج شاید یکم جذاب‌تر بود. ابرام این تهدیدو میکنه دیگه، اگه بابام بفهمه داستانو
دایی ها رو میفرسته سراغت که تیکه پارت کنن. همچنان این خطر جاوید رو تهدید میکنه، هر لحظه میکنه داره داییاش بیان. و آخر این قسمت من دیدم که در واقع این داداشش که اومده، حالا ما نمیدونیم چه ارتباطی داره با این داستان، ولی این خطر از بین نرفت، پس باید منتظر باشیم احتمالا که این دایی ها بیان. این که این صحنه رو میبینیم، این ذوق مرگی این آدم رو میبینیم، و بعد در صحنه بعد بحث تمرین و اون ویدیوی انگیزشیه خیلی قشنگه. این طلا خانوم بهش میگه که اگر میخوای مثلا صاحب خونه بشی باید قهرمان بشی. هدف کلی رو که من میدونم رسیدم به اون دختره و الان هدفش تو این قسمت قهرمانیه. این همکاری که طلا خانوم داره و با این بهمنم دیدیمش، کلن تو یک شوکیه این بنده خدا و یه نمادیه دیگه اون آدم از خلافی این آدم ها. یعنی قیافه زار میزنه که این آدم خلافکاره. یعنی شاید ظاهر هر کدوم اینا، بهمن و این زنش و بقیه رو که من دارم میبینم، خیلی موجهن، ولی اینه که داره به من یک اشارهی میده که این نمادی از خلافی ایناست. تو صحنه‌ای که طلا داره با این خواهر و در واقع جاویده صحبت میکنه، یه نمایی ما میبینیم دیگه از این آدم. رفتارش طوریه که مثلا اینا رو نگاه کن چقدر ساده‌ن، سر اینا رو مثلا داریم گول میمالیم. خیلی هم اتفاقا داره خوب بازی میکنه و خیلی دوست دارم که بیشتر ببینمش. داستان آتی و دوست پسرش. خب قبلا یه چیزایی رو متوجه شدیم از رابطه قبلی این پسره. احساس میکنم یکم شخصیتش مشکل داره. کلن من درگیر داستانه ای آدم نیستم، یعنی چه اتفاقی برای زن سابقش افتاده و مثلا مهری و اینا و اون داستانه مثلا پرینت برای من یه چیز خیلی بی ربط و خسته کننده است. اون آقای پرینتری هم که خیلی فاجعه است، یعنی یه سری حفظ کرده داره میگه هیچ حسی هیچ عقلی تو بازی اونش نیست. در کل میدونم که این آقا عاشق آتیه و آتی هم که قشنگ بهش میگه دیگه عاشقتم، غیر مستقیم دیگه. حالا داستانه که پشتشونه فکر میکنم خیلی درگیر کننده نیست. در مورد قهرمانی جاوید، کلن این مسابقه کشتی نکته مثبتی که داره خیلی قابل پیش بینی نیست. یعنی من از اول بدونم که خب این آقا قرار قهرمان بشه. چرا؟ سعی میکنه یکم بالا پایین رو نشون بده، مثلا امتیاز از دست میده. خب این باعث میشه من فکر کنم که امکان داره قهرمان نشه، پس قهرمان نمیشه و داستانه دیگه بخواد پیش بیاد. قشنگ این ذهنیت رو به من میده و این خیلی خوبه که شما یک راست و خیلی واضح اینو نشون نمیده که داره قهرمان میشه. هرچند یکم میتونست دراماتیک ترش کنه این قهرمانی رو، فقط در آخرش مثلا یکم تنش ایجاد کرد در این قهرمانی، میتونست اینو خیلی به چالش بیشتری بکشه. یه جا مثلا نشون داد امتیاز از دست داد، تو بازی آخرش هم نشون داد که مثلا فیتل پیچو زد، حالا امتیاز حساب بکنن یا نکنن. این میتونست خیلی اتفاقای دیگه باشه. به صورت تیمی هم دارن بازی میکنن دیگه، من مبارزه کسی دیگه هم دارن میبینن. مثلا منظورش اینه که بقیه حذف شدن، این آقا فقط موند از این تیم این باشگاه و بعد ما میبینیم که این قهرمان میشه یا نه، مثلا اونا چه اتفاقی براشون افتاد، چون دارم بقیه رو میبینم. این خیلی بازه نبود. حالا شما هم حتما نظرتون رو بنویسید. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید، حتما نظرتون رو میخونم. مرسی، خدافظ.